دشمن منتظر یک فرصت، منتظر یک رخنه است. شما همین قضایای این چند روز رو مشاهده کنید. بعد این ملت مدیون فرزندان شماست. The office of President of the United States. آمریکا، آمریکا. اون حزب، اون حزب. هر کدومشون سر کار آمدن، خیلی به ما نرسوندن. شر رسوندن. اون کسانی که قبلا در رأس حکومت آمریکا بودن بیکار نبودن، اونها هم خیلی کار میکردن. ریگان از ترامپ هم قوی تر بود هم عاقل تر بود. دولت آمریکا اون روز در زمان ریگان یکی از دولت های محکم و قوی و توانای در عرصه های سیاسی و نظامی بود در دنیا. نتونستن با ما کاری بکنن. حالا تهدید و هیاهو و او هنرپیشه بود، بازیگریش هم بهتر از این بود. عملا هم علیه ما اقدام کرد و هرچه از دستشون برمی آمد با جمهوری اسلامی و با ملت عزیز ما و کشور ما کردن. یک نمونش قضیه سرنگون کردن هواپیمای مسافری ماست که نزدیک 300 نفر رو در خلیج فارس کشتن، هواپیمای مسافری رو زدن و انداختن توی آب. یک نمونش حمله به سکوهای نفتی ماست که در خلیج فارس به سکوهای نفتی ما زمان ریگان حمله کردن. یک نمونش کمک‌های همه جانبه به صدام بعثی خبیث برای اینکه شاید بتوانن او رو در جنگ بر ما پیروز کنن و جمهوری اسلامی رو ضربه بزنن. فهرست جنایات آمریکا نسبت به ملت ایران یک کتاب میشه. امروز ریگان کجاست؟ جمهوری اسلامی کجاست؟ جمهوری اسلامی سال 60 هم با جمهوری اسلامی سال 90 زمین تا آسمون تفاوت. ما جلو رفتیم، اونا عقب رفتیم. امروز جمهوری اسلامی چند برابر زمان ریگان پیشرفت کرده، رشد کرده در همه قسمت ها. او در عذاب الهی الان گرفتار، جسمش پوسیده و خاک شده است، روحش هم علال قاعده طبق ضوابط که ما داریم مشغول مؤاخذه پس دادن به دستگاه عدل الهی است. اینا هم همینجوره. جمهوری اسلامی به توفیق الهی سرفا خواهد موند و اینها داغ ضعیف شدن یا از میدان خارج شدن جمهوری اسلامی رو بر دلشون خواهد موند.